به نام ایزد مننا با سلام و احترام خدمت دوستان بزرگوارم این جان کامرانی هستم کارشناس ارشد توسعه منابع انسانی با یکی دیگر از دروس مجموعه مدیریتی فرادرس تحت عنوان آموزش مصاحبه شایستگی محور افتخار داشته باشم که تجارب اندک و ناچیز خودم رو تقدیم وجود مبارک شما خوبان عزیزان و فرهیختگان محترم بکنم فصل اول رو تحت عنوان مقدمه بر مصاحبه شایستگی محور که از چهار زیر محور برخورداره از جمله چیستی و چرایی مصاحبه شایستگی محور انواع آن مزایای آن و همچنین در انتها چرا مصاحبه ها اغلب شکست میخورند توانم در خدمت باشم بدون فوت وقت وارد بحث میشیم و با ذکر مقدمه ای از آقای آلبرت انیشتین بحث رو آغاز میکنیم ایشون به مفاهیم و مصادیق و تعابیر مختلفی دوستان فرمودن که اگر من یک ساعت فرصت داشته باشم که بخوام یک مشکل رو در مسیر زندگی یا به نوعی کسب و کار حل بکنم میام پنجا و پنج دقیقه از اون رو صرف سوال مناسب با کیفیت میکنم زمانی که به این درجه از درک رسیدم سوال رو متوجه شدم کمتر از پنج دقیقه به حل مشکل خواهم پرداخت بسیار این تعبیر ایشون نقل قول آقای آلبرت انیشتن دوستان عزیزم خود به خود من و شما رو سوق میده به مسیر پرسش و پاسخ جایی که میبایست یک مصاحبه شغلی صورت بگیره جایی که ما یک مصاحبه شونده داریم مصاحبه کننده یا مصاحبه گر داریم و کارفرما داریم جالبه که بدونید آقای آلبرت انیشتین زمانی که در سال 1879 به دنیا میاد هم عصر ایشون هم دوره ایشون آقای توماس ادیسون 32 ساله بودن چرا اینو مطرح کردم؟ به جهت اینکه مسیر مطالعاتی من رو کشون به سمت مطالعات خانم کلل فارلی مدیر عامل زریب موفقیت در جذب نیروی اجرایی انگلستان ایشون به نوعی اشاره میکنه که آقای توماس ادیسون اولین فردی بوده که در سال 1921 میاد بحث مصاحبه شغلی رو مطرح در عین حال یک سوال بسیار دقیق ظریف هوشمندانه و مشکافانه ایشون مطرح میکنه که به نظر میرسه با توجه به شرایط امروزی دوستان که ما فعلا در عصر برند شخصی در عصر به هر صورت هوش مصنوعی به سر میبریم سوال خیلی هوشمندانه است میگه امروزه هنوز از چه فرایندهای دیگه در کسب و کار یا کار و کسبتون استفاده میکنید که نزدیک به 100 سال پیش ایجاد شده و همونطوری که اشاره کردم یک سوال تعمل برانگیزه. مسیر تکاملی مصاحبه شایستگی محور و دوست دارم. من زمانی که دنبال میکنم میرسم به یک ذهنیاتی از گذشته زگهواره تا گور دانش بجو بسیار خوب این ذهنیات امروزه به دلایلی یک مقدار نادر و کمیابه اما در کنار اون سازمان ها بنا به دلایل خاص خودشون بنا به توجیهاتی که برای من و شما دارن یک مقدار بیوفایی انجام میدن که نیاز به تفسیر خودش داره چه اتفاقی میفته وقتی که من به عنوان پرسنل این بیمهری و این کم رو فرض بفرمایید توجیه پذیرم باشه بپذیرم خب من چند تا سناریو باید داشته باشم یا باید بمونم و از موجود تحمل بکنم یا میبایست گوشه نشین بشم و در گوشه خلوت خودم رو به هر صورت پنهان بکنم یا اینکه نه بیام اصطلاحا ترک دیار بکنم بیام مهاجرت بکنم از یک سازمان به سازمان دیگه مستحضرید که طبعات خاص خودش و اون فرضیات ذهنی و قضاوت و مدل های مثبت و منفی خودش رو به همراه خواهد داشت. دوستان بزرگوارم اگر شما در مسیر تکاملی مصاحبه شایستگی محور به مصادقی از جمله مصاحبه مبتنی بر توانایی مبتنی بر شایستگی مصاحبه رفتار محور و ساختاری و موقعیتی رسیدید این مسیر طوری استش که به هر صورت مستاق پیدا میکنه باز با مفهوم مصاحبه شایستگی محور طوری مسیر رو من حرکت میکنم که به یک شاخص میرسم تحت عنوان شایستگی شغلی سوالی در ذهن شما پیش میاد که شایستگی شغلی چیه؟ من به این شکل تعریف میکنم میگم من به عنوان یک داوطلب ابتدا به ساکن میبایست به خودشناسی خود آگاهی برسم بیام شناسایی بکنم ارزش های پایه و اساسی خودم رو بیام ویژگی های شخصیت خودم رو احسا و شناسایی بکنم نقاط ضعف و قوت خودم رو بشناسم پی ببرم که از چه شخصیت منحصر به فردی برخوردارم چه ظرفیتی دارم چه توانمندی دارم. دارم چه قابلیت و پتانسیلی دارم این میاد تعریف میشه دوستان گلم برای شایستگی شغلی این تعریف رو از من شنیدید و میتونیم به این نتیجه برسیم که خب من میام برای خودم اگر فرض بفرمایید که جنبه خودنمایی نباشه جنبه خود ستایی نباشه نقاب بر چهره خودم نزده باشم میبایست از یک عمل کرده بالا و مطلوبی برخوردار باشم خب یک انتظاراتی رو به دنبال خواهد داشت در نزد کارفرما در نزد به هر صورت سطوح بالاتر اون انتظارات به این صورت خواهد بود که می عمل عملکرد من از حد متوسط در اون پست سازمانی در اون موقعیت شغلی که قرار دارم بالاتر باشه مسیر رو ادامه میدم میرسم به تک کلید واژه شایستگی میبینم که در سال 1973 آقای دیوی کلارنس مک کلن که یک نظریه پرداز یک شناس آمریکایی در دانشگاه هاروارد بودن میان یک مقاله ای رو بر صورت منتشر میکنن تحت عنوان آزمون ترجیح شایستگی بر هوش دوستان برام به چه منظور ایشون ادعا میکنه که این بحث آزمون هوش نمیتونه یک پیش بینی کننده قوی و قدرتمند باشه برای موفقیت افراد در موقعیت شغلی خودشون بنابراین میاد ایشون کلید واژه ای رو ابداع میکنه جایگزین میکنه تحت عنوان شایستگی ادامه میدم مسیر رو از منظر مصاحب شونده از منظر کارفرما و از منظر مصاحبه ببینم که روی کرده مصاحبه شایستگی محور از چه مصادقی برخوردار است. خب، آنچه که مسلم هست در این گام دوستان در این مسیر میباید فردی انتخاب بشه که با توجه به ویژگی هایی که در اسرائیل قبل گفتم دارای اون مهارت، ظرفیت، پتانسیل و توانمندی باشه. در کنار اون، اون کارفرمای محترم هم به نوعی میبایست دارای ظرفیت ها مهارت ها و هنر و به هر صورت تدبیر باشه که بتونه پس از اینکه فرد رو جذب کرد در نگهداشت اون هم موثر باشه از چه طریقی از چه استراتژی از چه تکنیک استفاده بکنه آنچه که در سلسله مباحث علوم انسانی مدیریت و منابع انسانی وجود داره بحث هدایت هست بحث رهبری هست بحث مشاوره هست بحث تفیز اختیار که نکته مهمیه فیدبک و بازخورد است زمانی که من فرد رو انتخاب کردم که دارای اون ظرفیت ها قابلیت ها مهارت ها و پتانسیل های خواهد بود این یک حامی خواهد شد برای فعالیت های مدیریتی از منظر دیگه بخوای نگاه بکنیم یک سیگنال یک پیامی رد و بدل خواهد شد میان مدیریت کارفرما و سازمان و به هر صورت داوطلبی که داوطلب شده برای اون شغل مورد نظر من میخوام مفهوم مصاحبه رو دوستان به صورت ساده روان موجز و مختصر در قالب تصویری و به هر صورت متنی تقدیمتون بکنم اینجا رو من اگر جایگاهی قدم داد بکنم که داوطلب مصاحبه شونده محترم نشسته به تب به ترتیب انتظار دارم که اینجا کارفرما باشه اینجا نماینده فرض به فرمایت حوزه مراب انسانی باشه اینجا مصاحبه گر یا مصاحبه کننده باشه که در اون نشست رسمی میان به طرح سوال میپردازن که ظرفیت، قابلیت، پتانسیل و مهارت این داوطلب رو مورد سنجش و آزمون قرار بدن خب بیام از منظر تصویری هم مفهوم مصابره را رصد بکنم میرسم به این که ما میبایست اینو در نظر داشته باشیم که یک آزمانی خواهد بود که به نوعی توانایی استعداد و شایستگی اون مصاحبه گر رو به تصویر میکشه که میبایست بتونه پیش بینی بکنه عملکرد داوطلب رو در اون شغلی که من برای اون به عنوان کارفرما پیش بینی کردم یک مفهوم کاربردی که وجود داره میگن مفهوم مصاحبه به هر صورت هنر پرسش های درست خواهد بود گوش دادن به گفته و نگفته های شونده یک تعریف کاروردی. از منظر دیگه بخوام نگاه بکنم دوستان عزیزم از منظر خبرنگاری یک تعامل چهره به چهره بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده خواهد بود مفهوم مصاحبه رو اگر اجازه بدید که اینجا فعلا من بگم مصاحبه ساختار یافته تا در ادامه بشکافم انواع مصاحبه رو در مصاحبه ساختار یافته ما به چه چیزی خواهیم رسید دوستان عزیزم استفاده از سوالات رفتاری به چه منظور به منظور اینکه من احساب کنم، شناسایی بکنم عمل کرده قوه یک نامزد و داوطلب رو از چه طریقی میام استفاده میکنم از سوالات رفتاری چرا این کارو میکنم به جهت اینکه دوستان عزیزم این شیوه یک شیوه کاربردی در سطح و عرصه جهانی است برای مصاحبه شغلی این کادر و این تیز و این ادبیات سه خطی سطری میتونه فصل خطاب باشه در رابطه با مفهوم مصاحبه شایستگی محور چون به دفعات ما این رو بنا به دلایل تکرار میکنیم در اون نشست در اون جلسه که ترکیبی از کارفرما نماینده ی حوزه ی منابع انسانی مصاحبه گر مصاحبه کننده و مصاحبه شونده وجود داره مصاحبه میاد با هنر و به هر صورت تجربه که داره یک سوالاتی رو مطرح میکنه از گذشته چرا به جهت اینکه به آینده برسه ببینه که احتمال تکرار اون رفتار از داوطلب وجود دارد یا خیر بنابراین یک فرضیه رو مطرح میکنیم که میان رفتارهای گذشته داوطلب و احتمال تکرار آن در آینده یک رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. میرسیم به چیستی مصاحبه شایستگی محور اینجا اجازه میخوام که از منظرتون ابتدا از بعد به هر صورت داوطلب نگاه بکنم دوستان بزرگوارم مصاحبه شایستگی محور خودش یک مدل یک روش یک سبک برای چه منظور؟ به جهت اینکه توجه به رفتارهای گذشته متقاضی میکنه از منظر دیگه گفتیم پرکاربردترین مدل مصاحبه در سطح جهانی از جهت دیگه یک پیش بینی میتونه بکنه احتمال موفقیت داوطلب رو خیلی پیش پیشبین رو استفاده میکنیم اینجا میاد روایی پیشبین مطرح میشه به چه منظور یعنی دوستان عزیزم احتمال پیروزی و موفقیت داوطلب در شغل پیشنهادی و شغل کنونی در موقعیت شغلی آتی میرسیم به چرایی مصاحبه شایستگی محور حالا این بار احترام میذاریم میایم کارفرما رو وارد عرصه میکنیم ببینیم چه توقعاتی چه انتظاراتی ایشون از داوطلب داره خب سوالی که اینجا مطرح میشه این استش که آقای داوطلب آیا شما منعکس کننده تجارب کاری گذشته خود هستید سوال بعدی آیا شما از آنچه که من به عنوان کارفرما از شما توقع دارم آگاه و مطلع هستید آقای داوطلب آیا شما میتونید در شرایط بحران دوام بیارید همون جوری که در اسلایدهای اولیه بحث زگهوار تاگور رو مطرح کردم خب آیا شما میتونید با محیط و جو حاکم بر سازمان که برگرفته از کارمندان هست سازگار باشید این سوالات و انتظاراتی هستش که کارفرما از داوطلب داره برسیم به اهداف مصاحبه و میرسیم به اینکه به هر صورت از هر من شمس هستش که میبایست یک تعامل دوستانه مثبت میان مصاحبه شونده و مصاحبه کننده به وجود میاد به چه جهت به جهت اینکه اون جو حاکم بر اون جلسه استرس و استراب داوطلب پیدا بکنه از منظر دیگه ما می توانیم کسب اطلاعات بکنیم از مهارت دانش و تجارب داوطلب ارزیابی بکنیم نقاط قوت و ضعف داوطلب رو بیایم شناسایی بکنیم افرادی که واجد شرایطی هستند چه از بعد نگرشی و چه از بعد شخصیتی اطلاع رسانی خواهد شد به داوطلب در مورد انتظارات و طبقاتی که کارفرما داره میاد شناسایی میشه فرهنگ و جو حاکم بر شرکت برای داوطلب و در نهایت میاد اون شکافی که میخواد میان کارفرما شرکت و داوطلب به وجود بیاد به نوعی کاهش پیدا انواع روش های مصاحبه رو وارد میشیم. در اینجا من میخوام که ابتدا به ساکن یک نقل قولی رو از مرحوم پیتر دراکر به عنوان پدر کسب و کار نوین مطرح بکنم. دوستان عزیزم ایشون چی میگه؟ میگه شما سعی بکنید که کارکنانتون رو بر اساس غریزه شخصی جذب نکنید اگر توی این مسیر قرار گرفتید که میخواهید فردی رو انتخاب بکنید یک روش و روی کرده ساختار داشته باشید اینجا اگر به فرمایش استاد بزرگوارم جناب آقای محمد رضا ما با کلید واژه نوین بر صورت سازگار باشیم و مشکل خاصی نداشته باشیم میتونیم بگیم که پیتر دراکر به نوعی پدر مدیریت نوین یا بنیانگذار مدیریت نوین تلقی میشه همونجوری که خودش در سلسله مباحث خودش در زمان خودش میاد و به این مسئله ترفیان اشاره میکنه یک سند دیگه ای که آقای محمد رضا شبان علی صورت رونمایی میکنه نقل قولی هستش که از آقای فیلیپ کاترر مطرح میکنه ایشون میگه اگر من رو شما به عنوان پدر بازاریابی در نظر بگیرید آقای دراکر رو باید پدر بازاریابی در نظر بگیرید با این حال در زمان خودش آقای پیتر دراکر یک مشاور بسیار قهار بسیار فاخر و به هر صورت در عرصه خودش مشاوره خوبی بودن برای مدیریت اگر به وضع امروز ما بخوایم برگردیم بحث کوچینگ رو بخوایم مطرح بکنیم کوچ مدیران اجرایی در زمان خاص خودشون بودن از انواع مصاحبه میرسیم به کانون ارزیابی یا تمرکز شرایط به این صورت هستش که دوستان خود کارفرما میاد تعدادی از افراد رو انتخاب میکنه شناسایی میکنه معرفی میکنه به اون کانون یک روزه برگزار خواهد شد و بعضا به صورت آنلاین خواهد بود که در اون به کار تیمی حل مسئله و به صورت به اسای روانسنجی در ادامه ما مصاحبه ساختارمند داریم ساختار یافته یا سنتی که بر صورت فهرستی از سوالات در قالب پرسشنامه مطرح خواهد شد مصاحبه داریم تحت عنوان غیر ساختارمند ساختار نیافته یا بدون ساختار که دیگه اینجا ریش و قیچی یه جوری دست خود مصاحبهگر یا مصاحبه کننده هستش که میاد پرسش هایی رو مطرح میکنه اما مصاحبه نیمه ساختارمند یا نیمه ساختار یافته بعضی از صاحب نظران و بزرگواران میان اشاره میکنند که این مصاحبه شاید یکی از پرکاربردترین مصاحبه ها باشه در تحقیقات کمی کیفی و به طوری که در تحقیقات کیفی به این میگن مصاحبه عمیق یا مصاحبه منظم سوالاتی مطرح میشه و در ادامه ممکنه باز به سوالات جدید برسن مصاحبه شخصی داریم انفرادی یا تک تک مصاحبه تلفنی در قالب قلوارگری آنلاین یا ویدیویی به شیوه اسکایپ که توضیح مختصری رو بعدا خواهیم داد مصاحبه شایستگی محور که بحث اصلی خودمون هست مصاحبه ارزشی محور گروهی عمیق حل مسئله یا مطالعه موردی ارزیابی شایستگی برای شناسایی افراد شایسته و لایق در اعضای هیئت مدیره مصاحبه نمایشی داریم که شما زمانی که یک محصولی رو دوستان تولید میکنید یا به هر صورت به تولید محتوای آموزشی میپردازید بیشتر حالا فرض بفرمایید که در سمینارها کنفرانسها یا به نوعی در نشست‌هایی که در قالب به هر صورت نشست‌های تخصصی برگزار میشه از این قاعده رونمایی خواهد شد مصاحبه محیطی یا زمینه ای داریم تلویزیونی رادیویی انتخاباتی خبری گردشگری یا تورهای زیارتی یا سیاحتی آسانسوری و در نهایت مصاحبه شتاب زده اما اگر بخوایم برسیم به ابعاد و چارچوب مصاحبه مطالعاتی رو که بنده انجام دادم تونستم شش رک رو برای مصاحبه در نظر بگیرم چه بسا اینکه در ذهن مبارک شما مصادیق و موارد دیگه باشه که بتونه اضافه بکنه به رکنایی رو که خدمتون خواهم بود زمانی که ما بخوایم یک سری دوست و نیروهای جدید و سختام رو استخدام رو استخدام بکنیم پس از طی مراحل آزمون کتبی میرسیم به مصاحبه بحث جذب بورسیه است در دهه 60 هفتاد، هشتاد به نوعی بازار این مصاحبه داغ بود از بعد بورسی داخل شرکت افراد لایق و شایسته را انتخاب میکردن کارفرما انتخاب میکرد و معرفی میکردن به دانشگاه با مؤسسات آموزشی به همراه هزینه که شرکت پرداخت میکرد از منظر دیگه بعضی از بزرگواران دانشگاهی رو می اومدن بس از طی مراحلی آزمون برگزار میکردن مصاحبه برگزار میکردن از دانشگاه بخواد بیاد در قالب بورسیه با شرکت همکاری بکنه به همراه تعهداتی که گرفته میش. اخیرا هم هنوزم باب هست مصاحبه برای تبدیل وضعیت همکارانی که پیمانکار هستن بیان به قراردادی یا رسمی تبدیل بشن. همونجوری که اشاره شد مصاحبه ای داریم برای اینکه بتوانیم افراد شایسته در این حوزه رو حوزه که هیئت مدیره شناسایی بکنیم و مصاحبه از دوستان در قالب جانشین پروری و توانمندسازی برای ارتقای شغلی که در بسیاری از شرکت ها به ویژه شرکت های دولتی وجود داره داخل پرانتز ارز بکنم به این نوع مصاحبه مدیران سایه هم گفته میشه به جهت اینکه زمانی که افراد رتبه بندی شدن امتیاز بندی شدن زمانی که به هر صورت نیاز پیدا کرد در قالب نرم افزار میاد از این افراد استفاده میکنن برای بحث جایگزینی و تبابنسی و جانشین پروری اما از مصادیقی که ارز کردیم مصاحبه تلفنی یک فرایند خاص خودش رو داره در قالب قربارگری و کارفرما سعی میکنه که استفاده بکنه فرد رو قبل از اینکه بیاد در مصاحبه حضوری حضور داشته باشه در این حالت کارفرما با دیدگاه کلی خودش به هر صورت تکلیف و تر تلفنی مشخص میکنه که فرد رو جذب کنه یا جذب نکنه برای گام بعدی چه امتیازاتی چه مزایایی برای شرکت خواهد داشت به تصرف جویی خواهد شد در هزینه به شیوه قربارگری زمانی که انجام میدیم و همچنین از نظر بحث زمان مصاحبه تلفنی باز همونجور که اشاره کردم کارفرمایان محترم میان با استفاده از فیلتر کردن متقاضی رو از مرحله اول از گام اول اگر تونست با موفقیت طی بکنه به گام بعدی میرسونن و انتظار میره که این مصاحبه یک تایم زمانی حدود نیم ساعت طول بکشه چه اهدافی رو داره اشاره کردم قلبارگری اولیه سرفجویی در زمان سرفجویی در هزینه تسریع میکنه دوستان فرایندهای استخدامی رو از یه جهت میاد آسان سازی میکنه فرایندهای استخدامی رو خروج پیدا میکنن متقاضیانی که متاسفانه ضعیف هستن و برعکس ورود پیدا میکنن برای گام بعدی برای مرحله بعدی افراد متقاضیانی که از قوت بیشتری برخوردارن خیلی حالا اینجا انتظار میره که ما بیایم فرایند مصاحبه تلفنی رو برای شما باز کافی بکنیم ببینیم که از چه فرایندی برخوردار است خب بهتر تو همین مرحله هم دوستان عزیزم یک نوع قربارگری صورت میگیره به جهت اینکه در تو این مرحله میاد بررسی میشه یک سری از افراد کاندید میشن بیان وارد مرحله و گام بعدی بشن بر اساس دیدگاهی که از صاحب نظران و به هر صورت اساتید خودم شناسایی کردم به ویژه آکادمی تخصصی مدیریت منابع انسانی میاد و اشاره میکنه که این بحث شرح شغل میتونه پایه و هسته مرکزی باشه برای فرایندهای حوزه منابع انسانی شر شغل رو میتونیم ما بگیم که شامل انتخاب کارمندیابی ارزیابی عمل کرد آموزش و جبران خدمات هست تک تک این آیتم های پنجگانه که اشاره کردم تک ترس و به هر صورت توضیحات خاص خودش رو در جای خودش میطلبه سوالاتی رو من میبایست ترایی بکنم امکان سنجی بکنم که اون زمان رو به نسبت مساوی و عادلانه تقسیم بکنم در طول فرایند مصاحبه می بایست یادداشت برداری صورت بگیره خودم رو آماده خواهم کرد دوستان برای یک مصاحبه ساختار یافته با آمادگی کامل به همراه سوالات یک و مرتبط اون مکالمه اون دیالوگ من میباهی از کوتاه مختصر و موجز باشه تعداد پرسش ها رو میگن میبایست بین پنج تا ده تا سال باشه. مدت زمان گفتم نوسان داره. ممکنه که نیم ساعت 15 تا 20 دقیقه به طول بکشه. ترجیحا توصیه شده که سعی بکنید که شما در طول یک روز به هر صورت این مصاحبه رو به پایان برسونید. همونطوری که اشاره کردم می باید شما عدالت انصاف و عدل رو میان متقاضیان رعایت بکنید یک سری کنترل های متغیر های مداخلگر خواهد بود که از حوزه عملکردی من و شما خارج هر لحظه ممکنه اتفاقی بیفته با قطع اینترنت، کندی اینترنت، قطع برق و موارد مشابه که من باید آمادگی لازم رو داشته باشم زمانی که این فرایند رو با موفقیت طی کردم ادب حکم میکنه که از متقاضی محترم تقدیر و تشکر داشته باشم و تازه ایشون رو تو این مرحله بیام دعوت بکنم برای گام بعدی استارت بعدی که مصاحبه حضوری هست یک مستاقی رو به صورت کاربردی از منظر و توقع کارفرما من خدمتتون عرض میکنم به این صورت که کارفرما همونطوری که اشاره کردم انتظار داره با طرح سوالاتی که مطرح میشه از رفتار گذشته داوطلب پی ببره که احتمال تکرار اون در آینده خواهد بود یا نه خب مصادیقش رو خدمتتون عرض میکنم سوالاتی مطرح میشه خیلی ظریف دقیق و هوشمندانه دوستان عزیزم اصلا جای هیچ نگرانی نیست چون من در اینجا هم میبایست در قالب نقش کارفرما مصاحبهگر یا مصاحبه کننده و داوطلب بیام نقش بازی بکنم و بر صورت به نوعی وکیل مدافع باشم عرض میکنم هیچ جای نگرانی نیست به جهت اینکه در ادامه مسیر در سلسله مباحث در فصول آینده خواهیم گفت که از چه تکنیک تاکنیک و استراتژی شما استفاده بکنید که به سوالات پاسخ بدید. بنابراین این سوالی که مطرح میشه از حقوق و مزایای خود راضی بودید؟ از کار در شرکت پیشین لذت می از چه سالی و با چه پست سازمان شرکت قبلی خود را ترک نمودید و چرا؟ و سوال بسیار مهم چرا شما شرکت ما را برای همکاری انتخاب نمودید؟ اولا همینجا من یک تکتیکی رو خدمتون بگم در گام نخوز شما به نوعی فرار بکنید به نوعی یک قدم جلوتر برید فعلا با بله یا خیر پاسخ ندید در جای خودش خواهیم گفتش که از چه تدبیر حوشمندانه ای اینشاالله استفاده بکنید اما مصاحبه حضوری یک مصاحبه سنتی و بعضنم رایج است که من رو به عنوان داوطلب دعوت میکنند در اتاق کارفرما با حضور نمایندگانی که هست چه بسا از حوزه منابع انسانی هیئت مدیره با طرح سوالات متعدد اشاره کردند که از نظر زمانی میتونه این مصاحبه حضوری بین 45 دقیقه تا دو ساعت طول بکشه خب دوستان عزیزان سوالات ممکنه که مبتنی بر قدرت یا شایستگی باشه با این حال مصاحبه حضوری رو اگر به خام به هر صورت یک تقسیم بندی انجام بدم میبینم که میرسم به مصاحبه سنتی این حالت اصطلاحا میگن سناریو محور و فرض محور مبتنی بر چه پرسش هایی چه میشد نقطه چین اگر که این رو بعدا با مصادیق خودش پر خواهیم کرد و مثالهای متعدد خواهیم زد مصاحبه شایستگی محور داریم مصاحبه ارزش محور داریم در این حالت هستش که میاد مهارت های بین فردی شامل ویژگی های شخصیتی قابلیت ها ظرفیت ها احسا و شناسایی خواهد شد و اما آنچه که بحث مورد نظر ما هست مصاحبه حضوری شایستگی محور هست گفتیم دوست و نیزم هدف کارفرما چی است؟ این از که بیاد تحلیل بکنه رفتار گذشته منو به چه منظور دوستان به منظور اینکه احتمال پیش بینی رفتار در آینده منو شناسایی بکنه مبتنی بر چی اون دانشی که من دارم ای که من دارم ویژگی های فردی که من دارم از نوع سوالات باز استفاده خواهد شد نبسته چرا به جهت این که عرض کردم با بله و خیر نباید پاسخ بدیم این یک تکنیک یک استراتژیه با این حال با چرایی و چگونگی خواهد بود که در ادامه مسیر و فصول خودش توضیحات لازم داده خواهد شد یک مصاحبه داریم در قالب مصاحبه ویدیویی به نوعی باب دل و محبوب کارفرمایان محترم هست به ویژه برای برنامه های کاربردی برای طرحهای فارغ و تحصیلی میگن که میتونه به صورت زنده باشه یا بر صورت پیستت باشه که معمولا میگن حدود نیم ساعت طول میکشه و از منظر دیگه حضور زنده دوستان عزیز زمانی که در طی سالهای گذشته متاسفانه بیماری کرونا شایع بود از این مصاحبه به دفعات به ناچار استفاده میشه مزایایی که مصاحبه مبتنی بر شایستگی داره حالا میتونه بیاد بحث کاهش گرایی رو مطرح بکنه یعنی اون کارفرما مصاحبه گر و مصاحبه کننده محترم بیاد از نظر ذهنی یه قضاوتشو بذاره مبتنی بر رفتار داوطلب و سعی بکنه که اون مباحث و قضاوت های ای رو به نوعی کنار بذاره خب از مزایای دیگه بیاد افزایش بده دقت من کارفرما رو در تصمیم برای سرنوشت انتخاب فرد و به تب کاهش بده هزینه های سازمانی رو خب میام از زاویه دیگه دوستان به قضیه نگاه میکنم ببینم که مزایای مصاحبه بر صورت مبتنی بر شایستگی با چه فرایندهایی به نوعی مرتبط خواهد بود اینجا دوستان من تکلیف خودم رو مشخص میکنم اجازه میخوام از محضرتون با علم به اینکه همه شما بزرگواران استاد و پیشکسوت بنده هستید از محضر شما درس میگیرم یک تعریفی رو به ناچار ناگزیر هستم که در گام نخست از مدیریت انجام بدم میگویند مدیریت یک فرایندی هستش کارآمد و مؤثر از چه طریق دوستان از طریق سازماندهی برنامه ریزی هدایت رهبری کنترل بسیج منابع و به امکانات در چه جهتی در راستای اهداف سازمانی چرا اینو مطرح کردم به جهت اینکه لینک بدم ارتباط بدم با مباحث آموزش در حوزه منابع انسانی ارزیابی عمل کرد همون هدایتی که عرض کردم بحث تبیز اختیار و رهبری و بهتر از بنده میدونید که میان تعریف رهبری و مدیریت تفاوتی وجود داره از جمله اینکه رهبری است، بیاد در دلها نفوذ و به نوعی رسوب بکنه خب از بعد استراتژیک بخوایم مطرح بکنیم مزایای مصاحبه مبتنی بر شایستگی میبایست یک لینک یک ارتباط میان پرسش ها و عمل کرده شغلی باشه میبایست یک مبنای شفاهی قرار بگیره بر اساس اون معلفه های رفتاری برای اتخاذ تصمیم میبایست همونجوری که به دفعات اشاره شد یک پیشبین باشه با طرح سوالات هوشمندانه بازخوردی که از داوطلب میگیره بتونه احتمال تکرار اون رفتار رو به هر صورت به نوعی احساب و شناسایی بکنه خب اما نکاتی رو که به صورت کلیدی هستن در رابطه با مزایای مصاحبه شایستگی محورم تکرار خواهیم کرد باید بهرهگیری بشه از اون نقشه راهنمایی که برای مصاحبه ساختار یافته طراحی شده به نوعی در ادامه پرسش هایی که مطرح میشه برای هر پست شغلی پرسش ها میباید هدفمند باشه بحث اثر بخشی مطرح است که در اسرائیل بعد توضیح مختصری خواهم داد بحث اینکه یک رفتار عادلانه و منصفانه با همه داوطلبان داشته باشیم کاهش بده اون زمان مورد نیاز رو برای مصاحبه بیاد به نوعی شناسایی بکنه افراد قابل و واجد شرایط رو برای اتخاذ تصمیم بر اساس مدل‌های تحلیلی که گرفته میشه بیاد کارفرما قضاوت بکنه و تصمیم بگیره برای سرنوشت فرد اینجا دیگه از قاعده تصمیم گرفتن بر اساس احساس باید خودداری بکنه و به نوعی افزایش بده اتخاذ تصمیم رو بر اساس منطق اقلانی